نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. سلام، همسفرای بسیار خوب و دوست داشتنی، همراه و همسفر ما هستیم در شبکه مستند سیما، برنامه همسفر. سفر امروزمون در استان زنجان و شهر زنجان در واقع برمیگرده به محیط زیست و قرار ما بریم به حدود 30 کیلومتری شهر زنجان، جایی که سهرین نام داره. همونطور که گفتم، سوژه گزارش امروز ما مربوط میشه به منطقه حفاظت شده سهرین که یک فضای بسیار خوبی هست. ما تقریبا صبح نیمه زود اومدیم، حالا نمیشه گفت از زود گذشته، یک کمی حالوش ساعت 9 صبح که رسیدیم به این منطقه و قراره بریم و از آهوانی که در این منطقه هستن براتون گزارش بگیریم به همراه دوستان که ما رو همراهی میکنن در این برنامه. آقای باقری، الان دقیقا کجا هستیم؟ الان ما تقریبا در حوالی روستای سهرین هستیم که در دشت آهوان سهرین، منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد واقع هست و اینجام که آقای مهندس قاسمی انشاءالله در مورد منطقه، در مورد گونه شاخص این منطقه و سایر ویژگی هایی که این منطقه خاص داره براتون انشاءالله توضیحات لازم رو ارائه خواهیم داد. آقای مهندس قاسمی، ما الان چقدر دیگه باید برسیم به آهوان؟ ما الان توی دشتیم، دشت سهرینیم. آهوان الان حدود 1000 متر بریم دیگه محلیه که میتونیم خوب ببینیم آهو رو، که جاده‌ای که میخوره به پاسگاهمون، که منطقه امن هم هستش، که میتونیم الان آهو رو خوب ببینیم. چند کیلومتر از زنجان اومدیم؟ حدود 25 کیلومتر از زنجانه که روستای سهرینه. فقط هم آهو داره اینجا؟ این دشت فقط آهوه، ولی تو ارتفاعات ما کله بزو داریم، خرسو داریم که خرس قهوه‌ای رو داریم و پلنگ رو داریم و سیاهگوش هم گزارش شده که مستند میخواد بشه انشاءالله. انشاءالله. خب همراه دوستان بریم به سمت و سوی آهوان. یک باد نسبتا خنکی هم الان در حال وزیدن هست و فکر میکنم هوا سرد باشه اون منطقه. هوا بهاریه، بهاری زنجانه. خیلی هم خوبه. آقا بفرمایید. تعداد اینا رو الان میتونیم بشمارین چند تا؟ بله، الان من با چشم میتونیم میشه شمار. الان حدود 8 هسته، ولی با دوربین که راحت تر میتونیم، اونهایی که حتی خوابیدن میشه با دوربین راحت. اون سمت راستش هم هسته که بله، الان از جاده دارم میام. اون دست راستتون هم هستش، مشاهده میتونیم بکنیم با دوربین. الان نگاه کردیم گفتیم 8 هست. بله، من هم شماردم. شما چجوری یه لحظه خیلی کوتاه گفتید 8 سیما؟ یه دیگه چش عادت میکنه دیگه. چش عادت میکنه و میتونی راحت ببینی. خیلی جالبه. ما همینطور که داشتیم میومدیم و میگم سریع به ما گفتم نگاه کنه اینا اینجا نشد دارن حرکت میکنم. خودی نگاه کردیم تا تازه پی بردیم ناهوه. الان داره اون برم داریم سمت راستمون با دوربین هم نگاه کنیم کاملا معلومه. درسته.
اسکن سمت شفت مایلی. این زمینه که الان به این سرسبزی و شخم زده شده، این از مردم، از دولت، چجوری؟ این دشت سهرن متاسفانه حدود 95% اراضی مردم مستثنیاته. یعنی مشکل این منطقه هم همینه که بیشتر مستثنیات به ملی نداریم، ولی خوشبختانه با همکاری که خود اهالی دارن و نوع کشتی که انجام میدن، چون گندم اکثرن، آهو به گندم زیاد خسارت نمیزنه، یعنی اگر خوردن بشه توی فصلی که هستش تازه رویش پیدا میکنه، یه حرس طبیعی هم هستش. یعنی بیشترین گندمی که برداشت میشه و حجم گندمی که برداشت میشه بیشتر توی سهرنه، پس آهو به اینا آسیبه. ولی بعضی از کشت اگر الگوی کشت رو رعایت نکنه، مثل نخود و عدس، اینا چرا به اون آسیب میزنه، ولی گندم نه. درسته. دشت به هر حال با سرعت هم اومدیم، ولی آهوها باز هم زرنگن و زودتر از ما دور شدن. بنده از جاده عبور میکردن، آقا دقیقا از جلوی ماشین ما بعضی موقع ها خصلتشونه، اصلا یه خصلت نمیدونم حالا بدیه به نظر من، چون بعضی شکارچی هم از این خصلت شاید سوء استفاده بکنن. آهو اصلا کنار جاده باشه با ماشین بری، حتما باید از جلوی ماشین و جاده عرض جاده باید رد بکنه. این یه خصلت که نمیدونم حالا برای چی اینطوریه، ولی خصلت خوبی نیست به نظر من. دقیقاً تپه ماهورای زیاده دارم اینجا، همش دشته دیگه، یک دشت خیلی فراخ اینجا دلوقتي. بله اینجا دشت سهرن حدود 50000 هکتاره که خوشبختانه این دشت چون وصل میشه به دشت پیلخواسته و از اونجا دشت کاغذکنان میانه وصل میشه که اونجا منطقه افاده شده، این کوریدوریه که مهاجرت میکنه. حتی زمستون اکثر حیات وحش و آهوی ما میره به طرف پیلخواسته و کاغذکنان که گرمتره، و دوباره مهاجرت میکنه برمیگرده بهار به طرف دشت سهرن. ما الان دقیقاً در ارتفاعات برف رو داریم میبینیم و در واقع میشه گفتیم برف فکر میکنم تا اواسط تابستان هم باشه، اینطوری که الان از اینجا مشخصه، درسته؟ خوشبختانه امسال برف خوبی اومده نسبت به پارسال. پارسال اینطوری نبود، ولی امسال برف خوبی اومده، تو ارتفاع الان برف خوب داریم که انشالله نوید یه بهار خوب میده، که چون حیات وحش خودش تنظیم میکنه، ما احتمالا افزایش جمعیت تو زایمانایی که میخوام داشته باشیم، حتی دوغلوزایی سگلوزایی احتمال میدیم که چون سال خوبیه داشته باشیم. خیلی هم خوبه، انشالله که اینطور باشه. بعد اینجا محصولات کشاورزیش فقط گندم و جو ایناست، باغات هم دارن، باغ سیبی اناری اینجا توسعه پیدا کرده متأسفانه، چون نزدیک شهره و ارزش افزوده زیادی داره زمیناش، اومدن برای چاه امیر اون رو زدن و توسعه باغات رو داره که یک خطری برای زیستگاه آهوه، چون وقتی چاه امیر زده شد باغ زده میشه احتمال فنس کشی داریم و این زیستگاه رو محدود میکنه که این خطری برای حیات وحش. بعضی از حیوانات هستن که ما دقیقاً اونا یا شکار شدن و یا از شکارچیان به صورت زنده گرفته شدن، اونجا قرنطینه هست و در واقع میخوایم بریم اون قسمت و از قرنطینه محیط زیست منطقه سهرین هم براتون گزارش بگیریم، درست گفتم قرنطینه است دیگه؟ ما یه قرنطینه حدود 3-4 هکتاری درست کردیم که آهوهای حیات وحشی که آسیبی دیدن اونجا نگهداری میکنیم، که هم برای مرکز برای بازدید کننده ها میشه که میتونن هم دانش آموزان دانشجو بیان اونجا مطالعاتی انجام بدن، هم برای تیمار خود حیات وحش که البته قابل رهاسازی دیگه نیستش، یعنی اگر حیات وحش بیاد توی اونجا یه مدتی بمونه چه قابل رهاسازی طبیعتش، ما سعی می‌کنیم اونجا نگهداری بکنیم که جمعیتش هم یه مقدار اضافه بشه. پس میریم به هم سمت. بله الان حدود دیگه آهو رو خیلی نزدیک میشه، ما هم اونجا آهو داریم هم گوچه میشه داریم که انشالله میریم اونجا میبینیم.
ایوانس حسینی، چه مقدار فنس الان هستش؟ چند هکتاره؟ ما حدود 5 هکتاره که سه قسمت کردیم برای گونه‌های مختلف که بتونیم جدا بکنیم که آسیب نرسونن به هم دیگه. اینجا چه گونه‌هایی الان اینجا هست؟ الان اینجا فقط آهو داریم و گوشه میش داریم که خب واسه چینا داخل فنس هم خب در حالی که بقیه الان آزادانه دارن توی صحرا و دشت میچرخن. اینا یا اکثرا برای تیمار اومدن اینجا، یعنی اگه آسیبی خوردن توی منطقه یا زمانی که مثلا خیلی کوچیک بودن گرفته شدن، یه قابل رهاسازی نبودن بقیه تو طبیعت که ما اومدیم اینجا. حتی چند رسم بوز گرفتیم چون اینا با شیر بوز فقط میتونن بمونن که گرفتیم باش دستی اینا رو داریم تغذیه میکنیم که بزرگ شدن توی فنس نگهداری میکنیم. یعنی ممکنه آهوی کوچکی بوده که رها شده باشه یا از شکارچی گرفته باشه مثل زنده، امکانش هست؟ بله، این گوشه میشه ما از متخلف گرفتیم، یعنی یه سریش از متخلف بوده، یه سری هم که توی جایی بوده که ما آوردیم منتقل کردیم برای اینجا. درسته. ما الان داخل منطقه حفاظت شده ای هستیم که در واقع قرنطینه نام دیگرش هست و الان یه سری از حیوانات داخل فنس دارن این به هر شکل ازشون مواظبت میشه، حیواناتی که نمیتونن در دشت آزادانه برن و چرا کنن اینجا نگهداری میشن، وقتی به حالت عادی برگشتن و سلامتی خودشون رو به دست آوردن رها میشن داخل دشت و دوباره به زندگی عادی خودشون ادامه میدن. البته بعضی از شرایط خاص هم هست، بعضی از حیوانات ممکنه تا آخرین لحظه اینجا باشن یا حتی به باغ وحش تحویل داده بشن به خاطر اینکه اگه برن توی محیط به خاطر اینکه دست آموز شدن ممکنه آسیب ببینن، اونها رو یا به باغ وحش میدن یا همجا نگهداری میکنن. درست گفتم؟ بله، اونایی که خیلی بمونن اینجا دیگه قابل رهاسازی نیست تو طبیعت چون سریع حذف میشن، چون عادت کردن به انسان دیگه تو طبیعت نمیتونن دیگه بمونن، به خاطر ما نگهداری میکنیم تو اینجا. بعضی موقع مرکزی هست، مرکز تکثیر و پرورشه که داره مجوز میان اینجا منتقل میکنن، یا بعضی از زیستگاهایی که مثل استانهای دیگه ما الان برای اردبیل و بیجار ما از اینجا گونه آهو داریم که منتقل شده برای احیای زیستگاه اون منطقه، پارکای محلی. بعضی هاشون حتی تو طبیعت هم، چون اگر حفاظتش خوب باشه با اینکه دست آموزن اشون حفاظت خوبه دیگه حظ نمیشن و بعد از یکی دو نسل دیگه اصلا به صورت حالت طبیعی برمیگردن و طبیعی میشه دیگه. و اینم اضافه کنم که ما نتونستیم بریم داخل فنس به خاطر اینکه اگه میرفتیم اونجا آهوان به خودشون ضرر میزدن، خیلی پر جنب و جوشن و دور فنس همینطور میدون و در واقع نزدیک شدن ما به آهوان موجب میشد که اونا به خودشون صدمه بزنن و خودشون رو به این فنس ها بزنن و ممکن بود آزار ببینن. داره همین ما از خارج از فنس تصاویر رو گرفتیم و از اینجا هم باهاتون صحبت کردیم. اهمیت دادن به محیط زیستمون باعث میشه که ما محیط زیست بسیار خوبی داشته باشیم. به هر حال چرخه حیات باید به خوبی به چرخه و این جاذبه های بسیار زیبا و دیدنی برای همیشه بمونه. متاسفانه در حاشیه اکثر شهرهایی که حیوانات وحشی مثل آهو، بز و کل و میش زندگی میکنن، این زندگی شهری ما باعث شده که این حیوانات یه جورایی صدمه ببینن و نسلشون رو به انقراض حتی بره. ما در استان اصفهان شهر موته هم یک پارک بسیار خوبی داریم و یه منطقه حفاظت شده‌ای که آهوان در همون نزدیکی انسان زندگی میکنن و خوشبختانه این حفاظت و در واقع این جایگاهی که الان اختصاص پیدا کرده به حفاظت محیط زیست باعث میشه شما هر موقعی که به این مناطق بیان بتونید آهو رو از نزدیک ببینید. مردم عادی چجوری میتونن به این منطقه بیان؟ اصلا امکانش هست یا نه؟ ما اصلا استقبال هم میکنیم چون هر چقدر بیان ببینن و ارزشش رو بفهمن بدونن خب به نفع خود محیط زیست و حفظ گونه است. ما اگر به صورت جمعی باشه، اگر درخواست بشه از طرف دانشگاه، مدارس یا حتی افراد بومی اینجا، اگر به صورت دست جمعی باشه، اگر جمع باشه ما استقبال میکنیم، حتی
مامورای ما همکاری میکنن، میرن داخل منطقه و کمکشون میکنن برای مشاهده این گونه ها. که ما زمان و تعداد افرادی که میتونیم اینجا اسکان پیدا کنن، حتی بازدید بکنن، ما اعلام کردیم که چه زمانی با چه تعدادی. ما میام بوده چندین سال پیش هم حتی از کشور خارج هم داشتیم، ما از آفریقا اومده بودن یه عده‌ای، بعد از استانهای دیگه مثل اصفهان اومده بودن که برای بازدید اومدن اینجا و خیلی هم راضی بودن. یعنی ما منطقه‌ای نداریم که به این راحتی بتونیم آهو رو، الان شما الان مشاهده کردید صبح که راحت میتونیم آهو رو مشاهده بکنیم تو ارتفاع و یکم که نزدیک شهر ما اونجا بوده 20 25 کیلومتر شهر، یعنی هم میتونن بیان بازدید بکنن، اسکان بکنن توی شهر و بیان بازی یکی دو ساعته انجام بدن و دوباره برگردن. بینندگان برنامه همسفر، اگه همراه و همسفر ما بودین، ما در شهر نیشابور به کاروانسرای رفتیم که در اونجا موزه حیوانات تاکسیدرمی بود و یک زوجی که حدود 30 سال شکارچی بین‌الملل بودن و بعد توبه کرده بودن و حالا شده بودن حافظ محیط زیست و یک پارک محلی هم احداث کرده بودن و این تحول در زندگیشون شکل گرفته بود که باید با حیوانات مهربان باشن و هر کس که وارد موزه این زوج میشد در واقع به این پی میبرد و به این تجربه میرسید که شکارچی بودن خیلی بده. یه عقیده ای داشتن که باید با دوربین شکار کرد، یعنی عکس گرفت و با دوربین اون نگاه کرد تا با تفنگ شکار کرد. من خدا پیشنهاد میکنم اون شکارچی، شما وقتی شکار میکنین یه حیوان به این زیبایی رو تبدیل میشه، وقتی کشته میشه یه گوشت خون‌آلود و اینا، ولی این زیباییش اینه که با چشم ببینی، با دوربین ببینی اون ابهت، اون زیباییش رو اینطوری، یعنی اگه تجربه بکنن اون شکارچیای ما 100% دیگه شکار نمی‌کنن، شکار غیر ممکن. گفتن عاقبت خوبی هم شکارچی‌ها ندارن. ما اصلا خود ما هم دیدیم، یعنی الان به وضوح توی روستاها که شکارچی‌های غیر حرفه‌ای هستن که دیگه رحم نمی‌کنن به نر و ماده و بچه. ما مشاهده، خودم مشاهده کردم که برای خودشون خانواده‌شون 100% اتفاق بدی می‌افته. اینم میگم من نظرم اینه که این حیوانی که حیات وحشی که هست، ما انسان ما انواع اقسام ما میتونیم حق خودمون رو بگیریم، مثلا دادگاه و فلان اینا یا خودمون بگیریم، ولی این حیوان هیچ نه زبونی دارن که بدن نیاز ماه، این زیستگاه ماه. به خاطر همین چون خیلی مظلومن، به خاطر این آهشان میگیره. یعنی اگر من حتی آهو، به خصوص آهو که میگه زامه حضرت امام رضا که زامن آهو، واقعا همینه، چون هم چهرش مظلومه هم خیلی راحت شکار میشه و به خاطر این شکارچیایی که آهو رو به خصوص شکار میکنن، من میگم به وضوح خودم دیدم که اتفاقی بدی براشون افتاده. خیلی ممنون، تشکر از شما که این موقعیت رو به هر حال برای ما ایجاد کردین که اومدیم به این منطقه و از نزدیک آشنا شدیم با محیط زیست منطقه سهرین و شما همسفر ما باشین در این سفر. در استان زنجان همچنان هستیم و زیبایی های این استان براتون میگیم. فراموش نکنیم که ما هر روز شنبه تا پنجشنبه شبکه مستند همراه و همگام شما هستیم.